از انکار در روزهای نخست تا تلاش برای ساخت واکسن در آستانه موج چهارم، حکومت ایران چطور یک سال را با کرونا گذراند؟ برگزاری نمایشگاهی از آثار فرخ خواجه‌اف، بنیانگذار هنرهای گرافیکی در تاجیکستان. دار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت. و در گذشت عباس صفاری، شاعر و مترجم ایرانی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. یک سال از تاریخی که احتمال داده می شود ویروس کرونا به ایران وارد شده می گذرد. برآوردهای بی بی سی از اطلاعات به دست آمده از ژنوم ویروس کرونا و تغییرات آن در یک سال گذشته نشان می دهد که نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران یک ماه زودتر از اعلام رسمی بوده. شیدا هوشمندی در گزارش خود تحولات مرتبط با شیوع این ویروس در ایران را طی یک سال گذشته بررسی کرد. بعد از اعتراض‌های سراسری آبان 98 و ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه، تلاش مقام‌های ایرانی این است که راهپیمایی سالانه 22 بهمن و انتخابات مجلس به خوبی برگزار شود. چند هفته قبل از تاریخ راهپیمایی، اما خط هوایی ماهان مسافرانی از چین به ایران می‌آورد. در بین آنها طلبه‌هایی که برای سال نو چینی به کشورشان رفته بودند. سوغات این مسافران برای ایرانی‌ها ویروس کرونا است. تا یک هفته بعد از راهپیمایی حکومتی 22 بهمن ورود کرونا به ایران انکار می‌شود، تا اینکه در 30 بهمن 98 وزارت بهداشت مرگ دو نفر بر اثر ویروس کرونا در شهر قم را تایید می‌کند. دو موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده، تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک. سه روز پیش از این تاریخ، نامه منتسب به معاونت وزیر بهداشت خطاب به رئیس جمهوری در فضای مجازی منتشر می شود که از 45 مورد ابتلا و 4 مورد مرگ حکایت دارد. نامه تکذیب می شود، اما اینجا در بیمارستان کامکار قم درگذشت یک بیمار پرده پوشی دولت را به چالش می کشد، چون پیگیری های برادر پزشک او در رسانه ها بازتاب پیدا می کند. خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفحه انتخابات وایسین، تو صفحه رای دادن وایسین. با وجود تأخیر در اطلاع رسانی، انتخابات مجلس با کمترین نرخ مشارکت در دوم اسفند برگزار می شود. قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل محدودیت تجمعات را لازم اعلام می کند، اما خواستار به تعویق انداختن اجرای محدودیت ها تا بعد از انتخابات می شود. اینجا سازمان بهداشت جهانی اعلام می کند که وضعیت شیوع کرونا در ایران نگران کننده است. تیم سازمان بهداشت جهانی عصر امروز به تهران رفتند تا تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا را به دولت ایران برساند. چندین ماه بعد اطلاعاتی به بی بی سی فارسی میرسد که نشان میدهد نخستین مورد مرگ ناشی از کرونا احتمالاً یک ماه پیش از اعلام رسمی اتفاق افتاده. این تصاویر هم خود گویای وضعیت همه‌گیری در ایران است. دولت از فرصت تعطیلات نوروز برای اجرای برخی محدودیت‌ها استفاده می‌کند. رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود. این ترافیک سنگین سفرهای نوروزی است که نشان می‌دهد پنهانکاری روزهای اول همه‌گیری چطور در رفتار شهروندان اثر گذاشته.
ظرف یک ماه شمار مبتلایان کرونا یک رکورد تاریخی ثبت می‌کند. تابستان 99 اطلاعاتی جدید به دست بی بی سی فارسی میرسد. بر اساس این داده ها شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادند و یا مشکوک به ابتلا بودند تا 10 روز پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. دولت با وجود هشدارهای قبلی حاضر به لغو مراسم مذهبی نمی شود و عزاداری های محرم به سنت همیشگی برگزار می شود. در مراسم بعضی از حاضران ماسک نداشته و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند. همزمان تصاویر این عزاداری غیر معمول توجه مردم را جلب می کند. برگزاری کنکور و مسافرت‌های تابستانی از دیگر عواملی است که میزان مرگ و میر را در تابستان بالا می‌برد. زنگ آغاز سال تحصیلی 2 هفته زودتر می‌خورد. بعضی از خانواده‌ها کودکان خود را به مدرسه نمی‌فرستند، اما بعضی دیگر که توان تأمین کامپیوتر و ابزار استفاده از آموزش آنلاین را ندارند یا از تحصیل باز می‌مانند و یا خطر می‌کنند و به مدرسه می‌روند. با بالا رفتن تصاعدی مبتلایان و جان باختگان در هفته اول پاییز موج جدید همه‌گیری آغاز می‌شود. همانطور که از ماه‌ها قبل پیش بینی شده بود، در پاییز شمار مبتلایان شناسایی شده به 3 تا 4 برابر آمار رسمی تابستان می‌رسد. پاییز و زمستان برای بسیاری در سراسر جهان تجربه‌ای هولناک است. اما آنچه امید را در جان مردم جهان و ایران نگه می‌دارد، اخبار تولید واکسن است. I am thrilled to report that the FDA has authorized the Pfizer vaccine. از این مقطع در ایران بحث بر سر چگونگی خرید واکسن و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها به راه می‌افتد تا اینکه تمام بحث‌ها با این سخنرانی متوقف می‌شود. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این سخنان در حالی است که سازمان بهداشت جهانی و ده‌ها کشور در سراسر جهان ایمنی واکسن‌های کرونا را تایید و استفاده از آن را آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید واکسن‌های مورد تاییدش را در چارچوب برنامه کوواکس توزیع می‌کند تا تمام مردم جهان به صورت عادلانه به واکسن دسترسی داشته باشند. حالا به جای واکسن‌های مورد تایید کوواکس قرار است یک نوع واکسن تولید کوبا در ایران آزمایش شود. طی یک سال گذشته بیش از 1,300,000 ایرانی به کرونا مبتلا شدند و دولت مرگ بیش از 57,000 نفر را در اثر ابتلا به کرونا تایید کرده. اما نسبت به صحت این آمار رسمی تردید جدی وجود دارد. شیده هوشمندی، بی بی سی. یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که اکثر مردم دنیا از بحران تغییرات اقلیمی نگرانند و آن را مسئله اضطراری می‌بینند که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است. بر این اساس 2/3 جمعیت جهان از اقدامات عاجل مثل توسعه انرژی‌های پاک، محافظت از مناطق طبیعی، کشاورزی پایدار و افزایش کسب و کارهای سازگار با محیط زیست حمایت می‌کنند. این نظرسنجی را سازمان ملل متحد و دانشگاه آکسفورد با هم انجام دادند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. برای مردم و سیاستمدارانی که دغدغه نجات کره زمین و طبیعت را دارند، خبر دلگرم کننده است. 2/3 مردم دنیا مثل آنها فکر می کنند و اوضاع اقلیمی را اضطراری می بینند. این یافته اصلی نظرسنجی سازمان ملل از بیش از 1,000,000 نفر در 50 کشور مختلف است. این نظرسنجی نشان می دهد که نه تنها مردم از وجود تغییرات اقلیمی با خبر هستند و نه تنها معتقدند که باید برای مقابله با آن کاری کرد، بلکه فکر می کنند این وضعیت اضطراری جهانی است. همینطور هم هست و ما وضعیت وخیم کره زمین را در همه نقاط این سیاره آبی و خاکی می بینیم. یعنی نگرانی از خطر گرمتر شدن کره زمین و بحران تغییرات اقلیمی محدود به مهم بودن محیط زیست در یک شهر و روستا یا کشور نیست. مردم اغلب می دانند سیاره‌ای که بر روی آن زندگی می کنند یک مجموعه است. مجموعه‌ای که در رنج است.
آب شدن یخهای قطبی و سیلهای مکرری که بعد از طوفانهای مهیب رخ میدهند، در کنار آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی از یک طرف و خشکسالی و قحطی از طرف دیگر، مردم را نگران کرده. اکثر مردم دنیا خواستار اقدامات فوری برای محافظت از این کره خاکی و آبی هستند. با وجود آنکه خطر فوری امروز در دنیا بحران بیماری کرونا است، این مانع از آن نشده که مردم خطر بیماری دیگری را نبینند که کره زمین به آن مبتلا است. طبیعتاً دولت‌ها اولویت را به درستی به مقابله با ویروس کرونا دادند، اما سایه آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و سیل‌های متعدد و دیگر فجایع طبیعی بر سر همه ما سنگینی می‌کند و دولت‌ها باید برای هر دو موضوع چاره‌اندیشی کنند و بهترین راه برای این کار که این روزها حرف آن زیاد است، احیای اقتصاد با الگوهای سبز و سازگار با محیط زیست است. و اینجاست که میتوان وارد ریز یافته‌های نظرسنجی سازمان ملل شد. در کشورهایی که با سوخت‌های فسیلی خود بیشترین آلایندگی را ایجاد می‌کنند، اکثر مردم طرفدار انرژی‌های پاک و سبز هستند. در کشورهایی که شاهد بیشترین میزان تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی طبیعی‌اند، مردم خواهان ایجاد مناطق حفاظت شده هستند. تحلیلگران این نظرسنجی متوجه شدند که هرچه مردم باسوادتر باشند، از بحران تغییرات اقلیمی بیشتر نگرانند. آنقدر که تحصیلات و سواد تعیین کننده است، سن و جنس تعیین کننده نیست. ولی به هر حال آنهایی که سن پایین‌تری دارند، بیشتر نگران طبیعت و آینده کره زمین هستند. این نسلی است که برای واداشتن سیاستمداران به چاره اندیشی، بیشترین حضور خیابانی را در جهان داشته. وقتی این جمعیت به سن قانونی و رأی دادن برسد، نجات کره زمین از سوداگری و تخریب قابل چشم پوشی نخواهد بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. در دانشکده هنرهای تصویری و طراحی تاجیکستان، نمایشگاهی از آثار فرخ خواجوف، نقاش درگذشته تاجیک با عنوان محبت به زندگی برگزار شده. او را بنیانگذار هنرهای گرافیکی تاجیکستان می‌دانند. البته در نقاشی و هنر سرامیک هم موفق بوده. همزمان با نمایشگاه از کتاب فهرست آثار او هم رونمایی شد. سهراب ضیا سری زده به این نمایشگاه. روز خاطرمان برای همکاران و پیوندان فرخ خواجایف و اهالی هنری تاجیکستان. اگر عمر وفا میکرد، او در این روزها 61مین سال روز تولدش را جشن میگرفت. فرخ خواجایف یک سال پیش در پی ابتلا به آنفولانزا سکته کرد و درگذشت. برای گرامی داشت خاطره اش در دانشکده هنری تصویری و طراحی تاجیکستان آثاری او را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه تنها برخی از آثاری این نقاش شناخته شده تاجیک را در بر می گیرد. اما تمام آثاری نقاشی فرخ خواجایف که در سالهای مختلف آفریده است، در این کتاب مصور به نام محبت به زندگی که اخیراً در شهر دوشنبه چاپ شد، گیر آورده شده است. این کتاب فهرست که بنیادی ادبی عینی منتشر کرده و اخیراً از آن رو نمایی شد، شامل عکس‌های 123 اثر نقاشی، طراحی و سرامیک فرخ خواجایف است که در طول نزدیک 40 سالی فعالیتش آفریده است. با گفته هنرشناسان، بسیاری از کارهای فرخ منحصر به خودی او هستند و از دانش عمیق تاریخی و دیدگاه‌های فلسفیش گواهی می‌دهند. از جمله این اثر او به نام سحر. در دور لبه های این اثر آدم و حوا را می‌بینیم که از آنها نژاد بشر پیدا شده. این چهار انار به نظر من نماد چهار عنصر طبیعت، یعنی آب و آتش و خاک و باد است که بدون آنها زندگی روی زمین ناممکن است. روشنی دو چراغک اشاره به آن است که زندگی هرگز به پایان نمی رسد. همه اینها روی سفره‌ای گویا خالی است، اما این اشیای نمادین به زیبایی این اثر را منعکس می کند. این اثر فرخ خواجایف لختک یا عروسک نام دارد. عودنواز، لبی هاوس، پرواز، دسترخان و تیرماه از کارهای دیگری این نقاش است. با گفته همکارانش، هرچند فرخ خواجایف تحصیل کرده دانشکده پولیگرافیک لووف اوکراین بود، اما به کشور خود
و تاریخ و فرهنگ ملیش ارج میگذاشت. پایه کارهای او فرهنگ باستانی سرزمین ماست. در آثارش تلفیق فرهنگ آسیا و اروپا را می‌بینیم. او فولکلور و هنر ملی خود و فرهنگ اروپا و جهان را به هم درآمیخته بود و از این رو شخصیت جالبی داشت. در هنرهای گرافیکی، نقاشی و مجسمه‌سازی همسان درخشید. فروخ خواجایف 5 سال ریاست اتحادیه نقاشان تاجیکستان را بر عهده داشت. بعد از تأسیس دانشکده هنر تصویری و طراحی تاجیکستان در سال 2013 در اینجا به شاگردان درس می گفت. حالا برخی از شاگردانش در این دانشکده تدریس می کنند. در زمان زندگیش شهرت کارهایش تا به مجارستان و بلژیک و پکین و قطر و تاشکند رفته بود. نمونه های از آثارش حالا در موزه ها و مجموعه های خصوصی نقاشی در تاجیکستان، روسیه، ترکیه، آمریکا و اروپا محفوظ هستند و نام این نقاشی تاجیک را زنده نگه خواهند داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. عباس سفاری، شاعر و مترجم ایرانی، در 69 سالگی بر اثر کرونا در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. آقای سفاری با اینکه در آمریکا زندگی می‌کرد، از شعرای پرکار و تاثیرگذار بود. او 5 سال پیش تندیس جایزه 10 دوره کتاب سال خبرنگاران را به خاطر مجموعه شعر مثل جوهر در آب دریافت کرد. جزئیات بیشتر سام فرزانه. عباس سفاری شاعر و هنرمند ایرانی متولد یزد بود و سالها ساکن ایالات متحده. بادبان شکسته وقتی پهلو می گرفتم در یکی از خوابهای تعبیر شده 1001 شب، تو نو عروس تاجری دمشقی بودی. در همین کشور ازدواج کرد و صاحب 2 دختر شد. گاهی نیز در ترافیک بعد از ظهر این خراب شده، راه پس و پیش که ندارد یا از دست دختران شیطانش زله که می شود، فکر سفری فارغ بال به یکی از جزایر بهشتی اقیانوس ناگهان به سرش می زند. اما هرگز نشنیدم که بگوید یادش به خیر بهشت. سفاری کارش را با ترانه‌سرایی برای خوانندگانی مثل فرهاد، سولی، گیتی و نلی آغاز کرد. بی تو من اتاق بی پنجره هم مثل انگشتر گم کرد نگین، بی تو من جاده بی مسافرم مثل اما خیلی زود ترانه سرایی را کنار گذاشت و برای تحصیل از ایران خارج شد. مدتی در انگلستان زندگی کرد و سپس برای تحصیل در رشته هنرهای تجسمی به آمریکا رفت. او ساکن آمریکا شد، اما از وقتی که چاپ کتابهای شعرش را در 40 سالگی شروع کرد، سعی می‌کرد بیشتر به ایران سفر کند. تمام ساختمان‌های قدیمی لس آنجلس را به این صورت زد زلزله کردن که دیوار فرو نیفت. تعدادی از کتابهایش را در خارج منتشر کرد، اما بیشترشان در داخل به چاپ رسیدند. در کنار کارهای دیگر، کارگاه چاپ روی چوب هم داشت. نمایشگاهی از کارهایش را هم در ایران برگزار کرده بود. از هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطار، یکی زیباست و ما بقی مسافرند. شعرهای عباس سفاری هم واجد ویژگی هایی بود که مخاطب عام را جذب کند و هم مخاطبان حرفه‌ای شعر فارسی را به خود می کشند.
پروین عالی‌پور خواننده موسیقی و ترانه‌های محلی بختیاری در 72 سالگی در لندن درگذشت. او در 17 سالگی ترانه لوری شیرعلی مردان را اجرا کرد که محبوبیت زیادی برای او به همراه داشت. او بعد از انقلاب سال 57 از ایران خارج شد و در لندن فعالیت خود را در زمینه آواز حرفه‌ای ادامه داد. فرج بالافکن نگاهی کرده به زندگی حرفه‌ای او. سبک صدایش را از آوازهای بختیاری الهام گرفته بود، آوازهایی که با زندگی الیاتی پیوند و الفتی دیرینه دارد. پروین هر بار روی صحنه با همین الهان به دامان مادر باز می‌گشت، چرا که این آوازها را از او فرا گرفته بود و حالا با رها کردن صدایش با مام میهن یکی می‌شد. شادی اسداللهی خواننده و مجری برنامه تلویزیونی چهارشنبه با سینا سابقه همکاری با پروین را در کارنامه هنری خود به یادگار دارد. صدای پروین صدای خاصی بود. بین زنها اولا که باس بود، صدای پایین میخوند و دو تا صدا همزمان از گلوش بیرون میومد. یعنی حنجرش رو طوری تعلیم داده بود به خاطر همون تعلیمی که خودش تعریف میکرد و همون آموخته هایی که از مادرش و عمش گرفته بود، میگفت ما با از ته حنجره باید بخونیم و نفس رو بندازیم توی گلو. صداش پر از نفس بود، این صدا تو صداش شنیده میشد، اما در این حال بسیار وسعت داشت. اولین باری که ترانه شیرعلی مردان ضبط شد در ایران، روی صفحه ضبط شد با صدای پروین عالی‌پور یا پروین کاکس بود که و به همین دلیل من فکر میکنم ویژگی های صداش باعث شد که خیلی از هنرمندان غربی بهش جلب بشن، چون خاص بود. یکی از این چهره‌های بین‌المللی ورنر هرتزوگ، کارگردان شهیر آلمانی است که در فیلم مستند بی کلامش پیلگریمیج یا زیارت از صدای پروین به نفع اثرش بهره گرفت. از شادی می‌پرسم که سابقه آشنایی او با پروین به کی باز می‌گردد؟ آشنایی ما برمی‌گرده به سال 95 میلادی، هم دهه 70 خورشیدی. توی لندن با هم آشنا شدیم، توی یک مهمونی که اتفاقا خیلی از هنرمندای دیگه هم بودن. خانم شهره شکوری اونجا بود که نوازنده پیانو بودش و بعد ما هم تنظیم آهنگا رو به عهده گرفت. ما اون شب خوندیم، زدیم. من آهنگای کلاسیک غربی میخوندم، همونطور که گفتم پروین جان هم بختیاری، و ما انقدر خوب اجرا کردیم و جوز شدیم به قول معروف، هماهنگی سازها و آوازها، منم دف هم میزدم، خیلی جالب شد. پروین در فیلم آگوارا اثر داریو مارگیانلیو با او همکاری کرد. آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده ایرانی، هم در صفحه اینستاگرامش نوشته که او یکی از بهترین خواننده های ایرانی بختیاری است و صدایش در سریال او یک فرشته بود استفاده کرده. آقای عظیمی نژاد نوشته که همین باعث افتخار اوست. اما پروین در گروه جاسلین پوک آهنگساز، سرپرست گروه و نوازنده بریتانیایی بود که به قول معروف خیشتن خیش را باز یافت. شادی میگوید که پروین نه تنها آواهای سرزمین مادری را در سینه داشت، که خلق و خوی آنها را هم نزد خود نگه داشته بود. خوشمشرب، مهربون، مهمون نواز و دوست داشت همیشه همه رو جمع کنه، آواز بخونه، زنگ میزد به ما. اون موقع مثلا ما موبایل که نداشتیم یا کم استفاده میکردیم، هنوز انسرینگ ماشین و تلفن خونگی رو استفاده میکردیم. زنگ میزد 5 دقیقه 10 دقیقه روی انسرینگ ماشین آواز میخوند، حرف میزد، در دل میکرد، میگفت حالا اینجای آهنگ رو چیکار کنیم، فکر میکنیم به نظر چجوری بخونیم. و من میومدم خونه میدم با یه پیام طولانی، نیکه خیلی دوست داشت واقعا همه رو با هم نزدیک کنه. خیلی شوخ‌طبع بود، از داستان‌های کودکیش برامون تعریف می‌کرد و از همین جوکایی که واقعا نمیشه گفت.
ولی خیلی با بچگیش نزدیک بود، یعنی خاطرات بچگیش براش همیشه شفاف و روشن بودن. از شادی میخواهم که به یاد او ترانه لوری دست به دست مالوم نزن را که 21 سال پیش با پروین در استودیوی رادیو خوانده بازخوانی کند. دست به دست مالوم نزن جونو، دست مالوم حریره عزیز دلومی، دست مالوم حریره. خدا نوم تو بگو چیه جونو، مردم کجایی عزیز دلومی، مردم کجایی. بازگردیم به پروین، اسطوره موسیقی لوری و اولین اجرایش که در 17 سالگی در رادیو اهواز خواند. این گزارش را به یاد او و با مرثیه شیرعلی مردان به پایان می‌برم. هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.